شهر خاموش من، آن روح بهارانت کو؟ شور و شیدایی انبوه هزارانت کو؟ میخزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان، نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو؟ کوی و بازار تو میدان سپاه دشمن، شیهه اسب و هیاهوی سوارانت کو؟ زیر سرنیزه تاتار چه حالی داری؟ دل پولادوش شیر شکارانت کو؟ سوت و کور از شب و میکده ها خاموشند، نعره و عربده بادگسارانت کو؟ چهره ها در هم و دل ها همه بیگانه زهم، روز پیوند و صفای دل یارانت کو؟ آسمانت همه جا سقف یکی زندان است، روشنای سحر این شب تارانت کو؟ خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتا، پشت جنگل های صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اون بره با قای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت ابراز، اون بره دلتنگی ماست، ته جاده های خیسه، پشت بارون پشت دریاست. خونه ما قصه داره، آلبالو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمش، آدم های خسته داره. خونه ما شادی داره، توی حوضاش ماهی داره، کوچه هاش تو بازی داره، گربه های نازی داره. خونه ما گرم و صمیمی، رو دیوارا شکسای قدیمی، عکس بازی توی ایوون، لب دریا تو تابستون، عکس اون رو سیر بارون، با یه بغض و یه چمدون، رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون. خونه ما
پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی، خونه ی ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتا، پشت جنگل های زربه، توی رویاست توی خواب. با درود گرم داره شب آقری هستم در برنامه این روزها و خیلی خوشحالم که بیننده این برنامه هستید. این برنامه روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 6 است، بقیه روزها ساعت 4 است وقت لس آنجلس تقدیم شما میشه. فردای آن روز هم ساعت 6 تا 7 صبح میتونید تکرار برنامه رو ببینید. اگر برید در یوتیوب بزنین پارس تیوی هم میتونین همه برنامه ها رو به صورت کامل ملاحظه بفرمایید. چرا اول برنامه از دکتر شفیع کتکنی انشالله برقرار باشه همیشه تقدیمتون شد. اگر که شیخ از دین خدا نان در نمی آورد، اگر قاتل سر از دربار سلطان در نمی آورد، اگر مالی که دزدی می شود از شهر چندی بعد سر از جیب گشاد پاسبانان در نمی آورد، اگر هر بار دزدی که جناب حضرت قاضی از این دروازه داخل برد از آن در نمی آورد، اگر مزد تلاش کارگر در ظهر تابستان سرش را از میان کیسه خان در نمی آورد، اگر گرگی که نصف گله را خورده است گردن از درون خیمه و خرگاه چوپان در نمی آورد، اگر که روسبی ای مدعی های جوان مردی سرش را از میان بسترتان در نمی آورد، اگر نانی که ملا می خورد از دست رنجش بود و با تزویر نان از لای قرآن در نمی آورد، اگر ماری که ما را نیش دارد می زند سر از درون آستین دوست هامان در نمی آورد، کنون پیش خدا و خلق شرمنده نمی بودیم اگر که شیخ از دین خدا نان در نمی آورد. مهران پویل. عرضم به حضورتون آش انقدر شور شده که در هر مصاحبه‌ای که میشه آنچنان کسانی که مصاحبه میشن جوش میارن که اون چیزایی رو که نباید به زبون بیارن موجب دردسرشون ممکنه بشه ولی به زبان میارن. بریم از مهرائیم یه کلیپی ببینیم. اصلا من نمیتونم تصور کنم من در قرن 21 بحثم با توی کشور این باشه که اون سه تا زد ما دو تا بزنیم. من اصلا نمیتونم تصور کنم ما چرا باید صبح تا غروب دنبال این باشیم که سیاسیون ما دارن میگن که اگر این زد ما خواهیم زد، ما اینو نابود میکنیم. یعنی چی این ادبیات؟ رتوریک ایناست آقای سفر، نه من. رتوریک ایناست. خب اینا واقعیت سخت سیاست، اینا واقعیت های سخت سیاست نیست، اینا واقعیت های جهل، نادانی، عدم آگاهی، ناقص العقل بودن سیاسیون این جامعه هست. اینا واقعیت های این جامعه هست. یک گروه جاهل حاکم بر این جامعه شدن که به عقل انسانی، به عقل مشترک، به علوم انسانی بی اعتنان، مبتنی بر دانش مهندسی صرف، اونم نه مهندسی به معنای واقعیش، مبتنی بر یک دانش مونتاژ. این کشور آقای سفار داره سالانه چندین میلیون تن فقط ببخشید سنجاق وارد میکنه، سر خودکار وارد میکنه. کدوم کشور، کدوم صنعت، کدوم تولید، کدوم اقتصاد، کدوم پیشرفت، کجاست؟ کدوم جمعیت باقی مونده؟ وقتی میگیم 60% جمعیت جامعه زیر خط فقرن، آمار وزارت کار توه. وقتی دیروز نماینده کارگران تو میگه از میزان تورم حقوق یک کارگر نمیدونم 28% نمیدونم پایین تره، اگر میزان خودکشی، اگر میزان مصرف الکل، اعتیاد و و و و همه اینا تو جامعه تو بالا رفته، یعنی این که این نظام اوکراینی عقلانیت درش نیست. عاشق زنی مشو که می اندیشد، که می داند، که داناست، که توان پرواز دارد، به زنی که خود را باور دارد. عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می خندد یا می گرید، که قادر است جسمش را به روح بدل کند و
و از آن بیشتر عاشق شعر است. اینان خطرناکترین ها هستند. و یا زنی که میتواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستد، یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد. عاشق زنی مشو که پر، مفرح، هوشیار، نافرمان و جواب بده است. پیش نیاید که هرگز عاشق این چنین زنی شوی، چرا که وقتی عاشق زنی که از این دست است می شوی، چه با تو بماند یا نه، چه عاشق تو باشد یا نه، از این گونه زن بازگشت به عقب هرگز ممکن نیست. مارتا ریویرا گاریدو. عرضم به حضورتون که فقر رو ما تازه شهرهای بزرگ خیلی حس نمی کنیم با همه مصائبی که داره. وقتی از شهرهای بزرگ خارج میشیم به مناطق محروم مثل سیستان و بلوچستان میریم، بس خطرناکتر میشه. گوش بدید. مطالعات حاکی از اون هستند که کشورهایی که سطوح نابرابری‌های درآمدی بالاتر دارند، نرخ‌های بالاتر خودکشی هم دارند. این رابطه حتی با کنترل تأثیر عواملی همچون سطوح کلی ثروت و توسعه یافتگی صادق است. بر اساس آمار منتشره در سال تحصیلی 1402، تعداد 920 هزار نفر از واجدین تحصیل در مدارس از تحصیل باز موندند. این رقم در سال 1403 به 780 هزار نفر میرسه. آمار منتشره از سوی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در 8 استان نشان می‌دهد که این 8 استان در معرض ناامنی غذایی قرار دارند. در استان خوزستان 58% از خانوارها دچار تغذیه ناامن هستند. این رقم در سیستان و بلوچستان 70% و در استان کرمان 74% است. در سیستان و بلوچستان 50% از کودکان دچار سوء تغذیه و کوتاه قامتی هستند که ناشی از همین سوء تغذیه، و 25% هم دچار کم وزنی ناشی از اختلال در تغذیه هستند. سرانه مصرف گوشت در میانگین استاندارد جهانی 30 کیلوگرم است که در ایران این رقم به 5 کیلوگرم کاهش یافته. اگرچه همین 5 کیلوگرم هم به شدت نابرابر در بین آحاد کشور توزیع میشه. ادیسون در سنین پیری پس از کشف لامپ یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار می‌رود و درآمد سرسارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که ساختمان بزرگی بود هزینه کرد. این آزمایشگاه عشق پیرمرد بود و هر روز اختراع جدید در آن شکل می‌گرفت تا آماده بهینه‌سازی و ورود به بازار شود. در همین روزها بود که نیمه های شب از اداره آتش نشانی به پسر ادیسون اطلاع دادن آزمایشگاه پدرش در آتش می سوزد و حقیقتاً کاری از دست کسی بر نمی آید و تمام تلاش ماموران فقط برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر ساختمان هاست. آنها تقاضا داشتند که موضوع به نحو قابل قبولی به اطلاع پیرمرد یعنی ادیسون رسیده شود. پسر با خود اندیشید که احتمالاً پیرمرد با شنیدن این خبر سکته می کند، ولذا از بیدار کردن اون منصرف شد و خودش به محل حادثه رفت و با کمال تعجب دید که ادیسون در مقابل ساختمان آزمایشگاه روی یک صندلی نشسته و سوختن حاصل تمام عمرش را نظاره می کند. پسر تصمیم گرفت جلو نرود و پدر را آزار ندهد. او می اندیشید که پدر در بدترین شرایط عمرش به سر می برد. ناگهان پدر سرش را برگرداند و پسر را دید و با صدای بلند و سرشار از شادی گفت: پسر تو اینجایی؟ می بینی چقدر زیباست؟ رنگامیزی شعله ها رو می بینی؟ حیرت آوره. من فکر می کنم اون شعله های بنفش به علت سوختن گوگرد در کنار فسفر به وجود اومده. وای خدای من خیلی زیباست. کاش مادرت هم اینجا بود و این منظره زیبا رو می دید.
کمتر کسی در طول عمرش امکان دیدن چنین منظری رو خواهد داشت. نظرت چیه پسرم؟ پسر حیران و گیج جواب داد: پدرم، تمام زندگی تو آتیش داره میسوزه و تو از زیبایی رنگ شعله ها صحبت میکنی؟ چطور میتونی؟ من تمام بدنم داره میلرزه، تو خونسرد نشستی؟ پدر گفت: پسرم، از دست من و تو که کاری بر نمیاد، مامورین هم که دارن تمام تلاششون رو میکنن. تو این لحظه بهترین کار لذت بردن از منظره ایست که دیگه تکرار نخواهد شد. در مورد آزمایشگاه بازسازی یا نوسازی اون فردا فکر میکنیم، الان موقع این کار نیست. به شعله های زیبا نگاه کن که دیگه چنین امکانی برات پیش نمیاد. توماس آلوا ادیسون سال بعد مجددا در آزمایشگاه جدیدش مشغول کار بود و همان سال یکی از بزرگترین اختراع بشریت یعنی ضبط صوت را تقدیم جهانیان نمود. آری، او گرامافون را درست یک سال پس از آن واقعه اختراع کرد. از زندگیت لذت ببر و افسوس چیزهای گذشته را نخور. گذشته تمام شده و نمیتوان تغییری در آن ایجاد کرد. احمدی نژاد یه پدیده‌ای بود برای خودش، با حمایت خامنه‌ای و تقلب در انتخابات به ریاست جمهوری رسید، بعد جلوی خود خامنه‌ای ایستاد، بعدم که دیگه به اونو صلاحیتش تایید نکردن برای کاندیداتوری و غیره، فعالیت میکنه، میره این بر اون ور به امیدی که آینده بتونه دوباره کاری بکنه. رفته ترکیه سخنرانی بکنه اونجا، مخالف سوریه‌ها که در جلسه بودن شروع میکنن به اعتراض کردن و خلاصه کار میکشه به کتک، یک کتک مفصلی احمدی نژاد رو میزنن. نگاه کنید: نام خیر انصاره و اوانه و المستشهدین بین یدی. جناب آقای دکتر فاتح اربکان، رئیس محترم بنیاد پروفسور اربکان، میهمانان گرانقدر، شخصیت های سیاسی و فرهنگی، آدم کیف میکنه از زبونی این آدم هایی که این همه جنایت کردن، این همه جوان رو تو کشور ما بین بردن. آقا پیشگویی هم از اون کاراست که خیلی مردم بهش علاقه دارن، از شاه نعمت الله ولی بگیرید بیاد جلو تا کشورهای مثل یوگسلاوی و جاهای مختلف، همیشه پیشگوهایی میان که پیشبینی میکنن. خب بالاخره شما 100 تا مورد رو بگی بالاخره 10 تاش هم درست در میاد دیگه. بعضی ها ولی کشته مرده این پیشگوان، زندگیشون رو بر اساس پیشگویی این آدم ها میذارن. یه آقایی به نام آرش هم تازگی ها در ایران خیلی گل کرده، پیشگویی میکنه و از این کارا میکنه و عده ای هم پیرو پیدا کرده و حالا برای تفنن و برای مزاح بذارین که بشنویم ببینیم چی میگه، پیشبینی جهان رو داره میکنه تا سال 2030. بشنوید. دیگه چیکار باید بکنم براتون دیگه؟ رئیسی رفت، حریس اومد، حسن نصرالله رفت، خدمتتون از جنگ ایران اسرائیل شد، ایران عربستان که صلح کردن، خدمتتون عرض داشتم که درگیری های حجاب سر مهسا امینی به وجود اومد، جنگ روسیه اوکراین به وجود اومد، سقوط بورس اتفاق افتاد، دیگه نقره سقف جهانی زد، خدمتتون عرض بکنم که طلا به سطح 2680 رسید. دیگه من نمیدونم چند تا با تحلیل و پیش بینی درست یادم باید بکنم که بفهم اینا شانسی نیست، اینا پشتش یه علمیه به نام ستاره شناسی. که من یه توضیح بدم قربونتون، این علم توسط یهودی از دنیا حذف شده، قوی ترین علم دنیا ستاره شناسی، به خدا شاهده اصلا با ستاره شناسی میشه 2 دقیقه بعد حد زد، 1 ساعت بعد حد زد.
و همه رو میشه تحلیل کرد و گفت همه پادشاهان بزرگ دنیا ستاره شناس بغلشون بوده که شدن پادشاه. اصلا تماما با استرولوژی میشه همه چیز رو فهمید و همه چیز رو گفت. اصلا یه علم دست کم ندید. حالا یه علمی در سطح شعور ما نیست، قرار نیست دیسش بکنیم که اوکی این از این. و حالا من دیگه حداقل ثابت کردم که نمیتونین دیگه، الان دیگه دشمنام هم نمیتونن با من مخالفت کنن. خلاصه که این از این، بریم ببینیم چی میشه آقا، بریم ببینیم چی میشه. از حد فاصله جنگای اصلی 2025 اینا که دیدید پیش جنگ بود. جنگ اصلی 2025 رو ما داریم، از مارچ 2025 درگیری شدید ایران و اسرائیل رو داریم و خدمتتون عرض بکنم که احتمالاً درگیری نظامی روسیه با ناتو، تایوان با چاینا. حالا تاش اینا این اتفاقات حد فاصله 2025 تا 2029 میفته. از فردا دایرکت ندید این چی شد اونجا، هم گفتن سپتامبر چرا چیزی نشد، سپتامبر وایسادیم 3 سپتامبر دغ زد. خب این هم یا صبور باشید، یا من میگم میفته میفته دیگه، حالا هر روز به من پیام بدید چه چرا چیز نشد چه چیز نشد که بهتون حلوا نمیدن که آقا صبور باشید. اتفاقا بین 2025 تا 2028 میفته. اولا جنگ وارد ایران نمیشه، حالا شاید بعد یه دو تا موشک باشه ولی جنگ زمینی وارد ایران نمیشه. خیالتون راحت کام از این نظر. نکته بعدی هم این که خدمتتون عرض بکنم که جنگ در منحنی اسرائیل، لبنان، سوریه و ترکیه اتفاق میفته. دو جا در دنیا بمب اتم میخوره، لندن و خدمتتون عرض بکنم انگلستان و ترکیه رو بمب اتم داریم. در ترکیه بمب اتم زیر آب منفجر میشه، ترکیه رو سونامی میبره و مرکز اصلیش هم خود استانبوله. و اینا از این دو تا بمب اتم هم همین الان زیر آبه، برید تحقیق کنید. ناوی که بمب اتم واسه روسیه حمل میکنه توی دریای ترکیه به گل نشست و غرق شد، بمب رفته زیر آب، یه دکمه بزنه پوتین ترکیه رفت. جنگ یونان و ترکیه رو خواهیم داشت، جنگ ما و اسرائیل هم خواهیم داشت، ما یعنی ایران و اتحادیه عرب و اسرائیل. در آینده خاورمیانه تبدیل به اتحادیه اروپای بعدی میشه، ما ایران نقش رول آلمانو بازی میکنه، عربستان رول سوئیس رو بازی میکنه، مرکز مالی خاورمیانه میشه و تمام پولا میاد تو عربستان. و خدمتتون عرض بکنم یه اتحادیه بین ایران و عربستان مثل سوئیس آلمان شکل میگیره و واحد پولی کلی تشکیل میشه واسه این اتحادیه که همین ریالیه که الان هست و مشترک میشه دقیقا مثل یورو. و نکته بعدی که وجود داره و خب خیلی حائز اهمیته اینه که ترکیه از رو نقشه حذف میشه. الان دوباره ترکا نیان به من حمله کنن، آقا آذری زبونای ما به ترکیه هیچ ربطی از نظر ژنتیکی ندارن. آقا شما ایرانید، ترکایی تو ترکیه مغولن، اصلا یه جای دیگه است اون، این یه جای دیگه است اون یه جای دیگه است. و با توجه به این که خب چینیا و مغولا کلن مشکل دارن و میدونید که چه بلایی سر مغولستان آوردن، همون بلا رو سر ترکیه میارن. ترکیه خیلی باید تاوانهای عدیده‌ای باید پس بده، هم یونانیا باش مشکل دارن که میخوان بیان بگیرن، هم چین باش مشکل داره، هم یهودیا باش مشکل دارن، انتقام حکومت بیزانس و اینا میگیرن. بریدم تحقیق بکنید، بیشترین بودجه نظامی تمام کشورهای اروپایی رو الان یونان داره و بیشترین خرید F-35 خریده، رافائل فرانسه رو خریده، اصلا یه چیز عجیب غریبیه یونان. و اینم از این، چین جایگزین آمریکا میشه، قدرت اول دنیا خواهد شد و سده جدید از سال 2030 سده جدید داریم. همون اتفاقاتی که در جنگ جهانی دوم افتاد، امریکا اومد شد قدرت اول دنیا، حالا در جنگ جهانی سوم چین میشه قدرت اول دنیا و برای اولین بار در تاریخ دنیا ما در ساید قدرت داریم بازی میکنیم و ساید قدرتیم. ستاره شناسی اینا رو گفته که روسیه و چین و ایران قدرت رو میگیرن. حالا شما بشین صبح تا شب تحلیل نظامی کن برا من، تحلیل اقتصادی کن برا من، آمریکا چنانه چنینه، بمب افکن فلان داره، برگ از این درخت نمیفته مگر خدا نخواهد، خدا خواسته و تایم تغییر قدرت در دنیاست. حالا شما بشین تومارها تحلیل کن، به درد من نمیخوره. با تومارها ببینید اتفاقات دنیا اینو باید بفهمید، تحلیل پذیر نیست. من 50% کارم تحلیله، 50% اصلا از استرولوژیه، این کدوم سیاره کجاست، چه اتفاقی در دنیا میفته. روز و شبتون رو سیارات مشخص میکنن، کی کار کنید کی کار نکنید و سیارات مشخص. یه قمر در عقرب میشه، نصفتون میپاچید میرید تو در و دیوار، انرژی جهان از سیارات میرسه، اون انرژی رو ما محاسبه میکنیم طبق اون میگیم چه اتفاقاتی در دنیا ممکنه.
بیفته. خلاصه به این که تحلیلی نگاه نکنید، اتفاقات اتفاقاتیه که باید بیفته. اسرائیل نابود میشه، اصلا اسرائیل تموم شده است. و خدمتتون عرض بکنم که همین یه مثالی ما داریم، میگن تا ابله در جهان مفلس در نمیمانه. عده‌ای هستن که به این آدما اعتقاد پیدا میکنن، اینا هم که میگن اقتصاددان و سیاستمدار و نمیدونم اینا همش بی خوده. اینی که من ببین ستاره ها چی کار میکنن تو آسمون. اما یه چیزی رو من به خدمتتون بگم، 5 رکعت نماز مسلمانان میخونم. بالاخره این اصول مذهبی دردسرای خودش هم داره دیگه. صبح زود باید بلند شی، وضو بگیری، بعد وایسی نماز بخونی، با ظهر و عصر و شب و اینا 5 وعده بعد نماز. برید خدا رو شکر کنید، مسلمان ها برن خدا رو شکر کنن برای اینکه این 5 وعده نبوده، در اصل 50 وعده بوده. حضرت موسی کمک کرده که این 50 وعده شده 5 وعده. بازم البته میگه مردم نمیخونن ها. حالا گوش بدید، خیلی جالبه. در جلد اول ابواب عبادات اونجا هست، حدیث صحیح هست، خاتم الانبیا در شب معراج خدای منان 50 نماز بهش واجب فرمود. الان 5 تاست، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، 5 تا واجبه. الان 50 تا واجب کرد. پیغمبر اکرم داشت برمیگشت بیاد در آسمان بعدی، برخورد کرد به موسی کلیم الله علی نبی جناب علی علیه السلام. موسی گفت چیکار کرده یا احمد؟ گفت آقا جون خدا 50 نماز به امتم واجب کرد. موسی گفت تا نرفته ای پایین و نماسیده برگرد، چونه بزن کمش کن، نمیخونن. پیغمبر اکرم برگشت گفت خدایا موسی راست میگه، موسی را برم گردوند. ارجع الی ربک فاساله ان یخفف. برگرد بگو خدا 45 تا. برگشت موسی گفت چیکار کردی؟ گفت 5 تا. گفت نمیخونن، برگرد کمش کن. موسی دوباره پیغمبر برگشت گفت خدایا، گفت خب 5 تا دیگه شد چی؟ موسی ول نمیکنه، 5 تا دیگه شد چی؟ شد 40 تا. به خدا حدیث صحیح است، شرط پول از علماست، برید بپرسید، منم در خدمتتونم، آدرس حدیثم دادم. پیغمبر اکرم را موسی 9 بار برگردوند و هی خدا 5 تا 5 تا کم کرد تا شد 5 تا. 5 تا که شد موسی گفت پیغمبر برگرد کمش کن، نمیخونند. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. با درودی دوباره به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. داروش باقری هستم در برنامه این روزها. میگه دردناکترین قسمت رابین هود اونجاست که رابین هود و افرادش خودشون رو به آب و آتیش میزنن تا پدرتاک رو از زندان آزاد کنن. اما پدرتاک از زندان که میاد بیرون میگه آخش دعاهای من مستجاب شد. ادهی فکر میکنن که همه جهان بر محور اونها میچرخه، به خاطر دیانتشون و دعاهاشون و ایناست که هر چی به دست میارن بخواد. بقیه هم حزب شیطانن، خودشون حزب الله هن، بقیه حزب شیطان. نگاه کنید، شما فکر میتونین همه شما حزب الله، ما همه حزب شیطانیم؟ نه عزیز دلم، ما هم تو این مملکتی دیگه رسیده به اینجای مردم. بله شما انسان تحصیل کرده ساختین، اما شما کودک هم ساختین که ازش وقتی میپرسن آرزو چیه میگه آرزو چیه، میگه صدای مردم رو نمیشنوی. حقوق من 26 میلیون تومنه، یعنی چند دلار آقای صفار؟ 400 دلار دیگه حقوق من. من 5 سال به عنوان استاد دانشگاه یادم نمیاد برای خودم لباس خریده باشم. کدوم زندگی؟ تازه این منم که حقوق ثابت دارم، استاد دانشگاهم، 20 سال دکترا گرفتم. بنابراین توی این وضعیت دم از مقاومت زدن؟ بله، شما در جهان ظلم وجود داره. میگه من مسئول ظلم این عالم یا کاستیای این عالمم، میگه من مسئول نظام بین المللم. این جامعه چجوری بگه زندگی میخواد؟ و این زندگی تو این وضعیت نیست، مرده. میگوید 2 قشر از مردم همیشه بدبختن.
قشر اول اونایی که حرف هیچکی رو گوش نمیدن، خود رأین. دومین گروه اونایی که به حرف همه گوش میدن، یا دهن بینن. بعضی هم هستن که جلوی دهنشون رو نمیتونن بگیرن، مثل این آقای کارشناس که اومده راجع به پیجرای که حزب الله منفجر شد و عده زیادی رو به کشتن داد و عده‌ای هم کور و کر و لال شدن، اومده یه حرف زده که اینا یعنی تقصیر ما بوده. البته این آقا رو دیروز در چیزم نوشته بودن که توبیخش کردن و حکم بازداشتش رو دادن و این حرفا، ولی حرفو زده، حرف پخش شده دیگه، چی کارش نمیشه کرد؟ نگاه کنین در مقطع بعد از بهمن ما صحبت این شد که آقا باید ما دوباره بریم سراغ پیجر. خب بررسی کردن دیدن 1000 تا پیجر از قبل بوده، گفتن اون قدیمی ها رو فعال کنید، ولی 3-4 هزار تا پیجر جدید نیاز هست. خب سفارش دادن و به یک شرکت ایرانی هم سفارش دادن که آقا ما که حزب الله نمیتونه بره، تا بره خرید کنه همه شک میکنه، شما به اون شرکت برید. اون شرکت هم رفته بود با یک برند معروف مثلا تایوانی که قبلا پیجر تولید میکرد که آقا ما 3-4 هزار تا 5 هزار تا پیجر میخواد. خب این پیجر ها تهیه شد، دادن به این شرکت ایرانی، این شرکت ایرانی هم در اختیار حزب الله گذاشت. اینجا یه اشکالی پیش اومد که آقا اینا باید چک میشدن نظر حفاظتی. حالا هیچ کس به ذهنش نمی رسید که پیجر تبدیل به یک بمب بشه، ولی حداقل از این بمب که ممکنه میکروفونی توش باشه، نه، همینطوری در اختیار بردار بوده شد. اونا هم در به کارگیری کردن. حالا خوشبختانه از اون 5000 تا 2000 تاش هنوز توزیع نشده بود، 3000 تاش توزیع شده بود و بعد ما دیدیم در یک لحظه اینا همه منفجر شدن. اتفاق جالبی افتاده در صدا و سیما، یک برنامه بوده، دو تا خانم هم مجریش بودن. برنامه که تموم میشه خداحافظی میکنن، یه موسیقی از یه فیلمی به نام قصر شیرین، یه تیکه تش چند ثانیه یه خانم یه خواننده زنی خونده، این پخش میشه. آقا چه بساط، اولا فوری جلوشو میگیرن و بعد اطلاعیه میده صدا و سیما به استهزار مخاطبان گرانقدر برنامه سیمای خانوادی میرساند در ثانیه های پایانی برنامه به مورخ 21 مهر ماه بر اثر سهلنگاری و خطای فردی بخشی از موسیقی یک فیلم سینمایی ایرانی پخش شد که در آن حدود شرعی رعایت نشده بود. مسئولان برنامه در بعد و اتفاق متوجه این اشتباه شده و ضمن برخورد جدی با عامل این سهلنگاری راه اشتباه مجدد را بستند. چی شده بابا، چه خبرتونه؟ خب صدای زن پخش شده، اونم زیر صدا بوده، چتونه شما؟ نگاه کنیم کلیپو. این حال دلتون خوش، عیدتون مبارک و خدا نگهد، روزتون بخیر، خدا حافظت. جنایتی اتفاق افتاد، چجوری لکه‌دار کردن این احساسات مردم را؟ آخه مگه میشه نام همه میدانها را هم که آزادی بگذارید چیزی از اسارتمان کم نخواهد شد؟ وقتی خیابانهای شهر پر از سفره‌های بدون نان است که آزادی را زیر قیمت حراج میکنند. آقا چی کنیم ما با خودمون، با این مردممون چه کنیم؟ آخه درد یکی دوتا نیستش که تابوت عباس نیلفروشان از سرداران سپاه که تو اون جریان ترور حسن نصرالله کشته شد و وردن اینجا دارن میخوان تشییع جنازه کنن، عده‌ای مردم میرن گوشی‌های تلفنشونو میدن به اون آقا، میگه اینو بمال به تابوت که تبرک بشه. ما چه کنیم با اینا؟ نگاه کن. دشمن بدون شیمه خوشداره و بیداره، این کشور و این نهزر تکیه به نجف داره. دشمن بدون شیمه، قدیما میگفتن صبحونت رو خودت بخور، نهارت رو با دوستت بخور، شامت هم با دشمنت بخور.
با این وضع گرونی که الان تو جمهوری اسلامیه، اگر هرچی پیدا کردی تنهایی بخور، اگه کسی هم اومد خواست باهات شریک بشه اونم بخور، چون الان دیگه شرایط اینجوری نیست. اما این افاضات این آقا اسمش هم نمیدونم چیه، خیلی جالبه، یعنی دست تمام کمدین ها رو از پشت بسته. میگه حضرت فاطمه 1950 تا خواستگار داشته. چجوری شمردن اینا رو آخه، بی انصاف. بعد به همه میگفته نه تا میرسه بعد. اصلا این اینا حیثیت و آبرو برای این دین گذاشتن. نگاه کنیم، مردم میومدن خواستگاری، 1950 نفر اومدن خواستگاری، چون هر که خودش سرش میومد. اون وقتا زن چند تا میگرفتم، مثلا ابوبکر اومد خواستگاری، عمر اومد خواستگاری، پیغمبرم کسی رو رد نمیکرد. به فاطمه میگفت فلانی آمده، ایشون میگفت نه میرم. که علی رو که آمد، حالا اونم داستان داره چطور شد که اومد، از زهرا چیزی نگفتن که دلیل رضایت بودش. ببینید این شهره شد که فقط یه نفر تونست فاطمه. یه دونه از حزب اللهیا با یه آمریکایی داشتن با هم کلکل میکردن. آمریکایی گفت من میتونم برم کاخ سفید بکوبم رو میز رئیس جمهور بگم آقای رئیس جمهور، من به نحوه مدیریت کشور توسط شما اعتراض دارم. حزب اللهیا میگه خب منم میتونم. آمریکایی میگه جدی؟ میگه بله، منم میرم میکوبم رو میز رئیس جمهور ایران، میگم آقای رئیس جمهور من به نحوه مدیریت رئیس جمهور آمریکا اعتراض دارم. آزادی رو میتونید بریم. بچه هایی رو که دید 45 سال نزدیک 50 سال داره میشه، هر شب و روز تمام این صدا و سیما، مدارس، نمیدونم مهد کودک ها، مراسم، جشن ها، همه این آخونده ریختن که این بچه ها و بزرگا و پیره مردا همه رو به زور ببرن بهش تعلیمات دینی بدن. ببینین این قلعه قربونش برم، این دختر بچه رو نگاه کنین، این همه آموزش بهش داده شده چی شده. خب دیانا خانم، امام اول، امام دوم، خانومش، امام سوم، امام چهارم، یارش، یا خدا، امام پنجم، یزید. یزید؟ مگه با هم دوست نشده؟ وای بچه ها دست بزنید براش. هادی چوپان، یادم رفت اینو می‌خواستم اول برنامه بگم، هادی چوپان قهرمان یعنی دو نفر دوم مستر المپیاد شدش. این برای چندمین باره که این مقام‌های جهانی رو میگیره. هیچ کس هم تو ایران از این مقامات براش مهم نیست که یک نفر میره مقام جهانی میگیره. اینجوری که حالا میگن، من واقعا نمیدونم، میگن حقش مقام اولی بود، حالا به نوعی حقش خورده شد، ولی در هر صورت مقام دوم هم کم نیست. تبریک میگم بهش، هادی چوپان عزیز رو که همیشه هم هوای مردم رو داره. نگاه کنین. Time you see my head down is when I'm praying. When my back is turned on, the time they wanna see it. Water on the floor is cold as ice. I'm finna trade, yeah. Serve it to the people, they need help. I don't feel the odds against me. Back against the wall, my strength be. They finna say, tell it to your mammy, it don't matter, I ain't listening anyway. They just mad to see, decide to drop, they look like ocean spray. You can get it too if you just work more than you talk today. This what happen when you take your pain and make it motivation. It ain't gonna be easy trying to be a legend, it's the payment. You need execution, not excuses, dog, you gotta face it. They don't want the truth, but if you quit, you don't deserve to make it. What you think they giving greatness out, now you gotta take it down. میگوید نگذارید قهرهایتان طولانی شود، به خصوص به زن و شوهرها یا عاشق و معشوقها، پسر و دوست، پسر و دوست دخترها، یاران هم دیگه. نگذارید قهرهایتون طولانی شود، حتی خواهر برادر و هر کسی. نگذارید قهرهایتان طولانی شود، نگذارید بغضها
طوفان شود. نگذارید دلتان احساس سنگینی کند. هر چقدر هم که صدایتان بالا رفت، اخمتان در هم شد، با حرفی، آغوشی، نگاهی یک نقطه پایان بگذارید. ادامه دادن یعنی غرور، و غرور تمرین جدایی می آورد. اینو دو بار پخشش کنید. یک کار زیبایی تو امریکن گات تالنت من دیدم، یک آفتاب پرست رو آوردن برای آفتاب پرست. از این حیواناست که رنگش عوض میشه، اینا خیلی قشنگه، حیوان زیباییه. خوب با دقت نگاه کنید، آدم دهنش باز میمونه. بریم سراغ هوش مصنوعی، ببینیم رهبران جهان، آدم‌های مشهور، اگر با همین شکل و شمایل زمان کودکیشون بود چه قیافه‌هایی داشتن. چقدر بچگی خوبه ها، چقدر نازن، چقدر افکار پاک و سالم دارن در بچگی. نگاه کنیم. Feel a barrel, watch me as I walk this way. I'm busy building an empire, don't really care what they say. I'm only here for a good time, drown them out like namaste. Not over matter, take control. All my visions are set in stone. Don't kill my fire, I'm flawless by design. Can't change my mind, got too much on the line. بریم بالاتر از خطر رو، یا میشن ایمپاسیبل رو که همتون هم سریالش دیدن، فیلمای سینماییش رو، بریم ببینیم که آیا رقیب داره این حرکات حیرت انگیز. آره گربه ها، نگاه کنین باورتون نمیشه. یه موقع خب اولا که دوستان عزیز، مجله فردوسی رو با مطالب بسیار خواندنی از بزرگان ادبیات، به جز بنده که البته اونجا نوشته دارم، بقیه بزرگان ادبیات و سیاست و شعر هستن، و این نشریه رو حتما بهتون توصیه میکنم مشترک بشین. میتونین فقط هم دیجیتالش رو بگیرین، یعنی ایمیل براتون بشه، میتونین خودش صفحات کاغذیش رو بگیرید. حتما بهتون توصیه میکنم. غیر از این که توصیه میکنم اینا رو بگیرید بخونید که خیلی براتون مفید خواهد بود، علاوه بر اون کمک میکنید به نشر فرهنگ. خیلی هم هزینه کمی داره در سال، شاید به اندازه یه بار یه چلو کبابتون هم نشه. این کارو بکنین حتما. بریم آگهی
فردوسی رو ببینیم با هم. حتما شماره رو و وبسایت رو یادداشت بکنین، حمایتش کنین، بگید از برنامه ما دیدید و حمایت میکنین که ما هم یه ذره تشویق بشیم. هفته‌نامه فردوسی امروز، نشریه‌ای برای همه. برای اشتراک این هفته‌نامه وزین با تلفن 818-584-4767 تماس بگیرید. هفته‌نامه فردوسی امروز، مروری به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. با اشتراک خود با ما در این راه همراه شوید. هفته‌نامه فردوسی امروز. خیلی از مطالبی رو که من اینجا تو برنامه میگم در فردوسی هم اونا رو منتشر میکنم که میتونی اگه دوست داشته باشی میتونیم بریم به صفحه من اونجا هم اونا رو ملاحظه بفهم. حتما این کار رو بکنین و مشترک بشید. اما انتهای برنامه هم میخوام از یک بانوی کرد، سمیرا، که یک در برنامه شو تلویزیونی در کردستان چیز میخونه، یک ترانه ایرانی رو میخونه، صدای بی نظیری داره، خیلی قشنگه، نگاه بکنید. دوستداران دستگاه های جی ال باکس اما 818-451-5678 818-451-5678 از همه دوستانی که بعضی وقتا زنگ میزنن میگن بله، میگن که فقط میخواستیم ببینیم این شماره درسته که ما بدیم به دوستمون که دستگاه جی ال باکس بگیره که ما هم گرفتیم اینقدر راضی هستیم ایشون هم تهیه کنن. آره، این شماره بهترین شماره است، به هر کی هم بدید دعاتون خواهد کرد. دستگاه جی ال باکس پیشرفته ترین دستگاه ریسیور اینترنتی با بیشترین کانال های تلویزیونی، بیشترین تعداد فیلم های سینمایی و سریال ها، رادیو ها، اپ هم داره، یوتیوب و نتفلیکس و غیره، که فقط همین یوتیوبش رو شما برین توش دنیای بی نظیری از فیلم های سینمایی، سریال ها، موسیقی، هرچی که بخواین. دستگاه جی ال باکس بیشتر از 800 کانال تلویزیونی به زبان‌های فارسی، ارمنی، ترکی، عربی، دری، آذری، آشوری، روسی، چینی، همه چی داره. در بخش فارسیش هم تقریبا یه چیزی نزدیک 250-60 کانال فارسی زبون فقط در جی ال باکس با استفاده بسیار راحت. یه ریموت کنترل داره دست پدر بزرگ مادر بزرگ هم که بدید، به راحتی میتونن کانال هم همه تنظیم شده پشت سر همه، کانال های ایرانی، کانال های ترکی، همه چی راحت میتونن با یه ریموتشون یکی یکی برن بالا بیان پایین. خیلی کار کردن باش ساده است. کاستمر سرویس 24 ساعته فارسی زبون هم دارن. اما به این شماره حتما زنگ بزنید که خیالتون راحت باشه. کردیت کارتتون که پای تلفن میخونید خود کمپانی جی ال باکس چارج میکنه بدون واسطه است. در تمام این 25-6 سالی که من با این کمپانی کار میکنم 100% مطمئن هستش این کاری که انجام میده، یک مورد خلاف هم تا حالا پیش نیومده، مطمئن باشید، خیالتون راحت باشه. دستگاه هم اصل و اورجینال جی ال باکس رو میگیرین چون از خود کمپانی میگیرین، وارانتی روش داره مجانی که اگه ما خراب شد دستگاهتون رو عوض بکنن، تنظیم شده میاد براتون که دیگه خیالتون راحت باشه که دیگه نصاب و این چیزا نمیخوان. از همه مهمتر به این شماره که زنگ میزنین و دستگاه رو سفارش میدین وقت اطلاعاتتون موجوده. اگه یه موقع سوالی، کمکی، راهنمایی بخواین باز دوباره میتونین به همین شماره زنگ بزنین بدون اینکه رو هولد بمونین یا بخواین انگلیسی صحبت کنین یا هرچی. به این شماره با واتساپ هم میتونین، واتساپ به قول ما میتونین تماس بگیرید. از اروپا، از استرالیا، از کانادا، از آمریکا، غیر از ایران متاسفانه ما به ایران ارسال نداریم. البته جی ال باکس هر جای دنیا که شما با خودتون ببرین اینترنت داشته باشه کار میکنه و میتونین ازش استفاده بکنین. اما به ایران ما ارسال پستی نمیتونیم به خاطر تحریم داشته باشیم. فقط از ایران تماس نگیرید که شرمندتون نشیم. ولی اگه هر جای دنیا هستین، در اروپا هر جایی هستین، میتونین بخرین با خودتون هر جای حتی ایران هم ببرید اگر اینترنت خوب دارن استفادهش بکنین. 818-451-5678. میدونم ما شما رو خیلی دوست داریم، به همین دلیل شما ما رو دوست دارید. برای اینکه تلویزیون پارس رو هم حمایت کنیم فقط به این شماره زنگ میزنید. یادت باشد هر شب قبل از خواب وجدانت را ببوس اگر بیدار بود. خدایا نگه دارد. سمیر اگیان گیانکم حزم لیش تکی فرسی من پیش کشف کی جاب بدلی خود چی حالا بجری ترتاو چاو کانت خوش بکم. تو با دلم چرا
سمی